برای هر ستاری که ناگهان از آسمان غروب میکند، دلم هزار پاره است دل هزار پاره را امید آن که آسمان همیشه و هنوز پر از ستاره است چاره است درود بر شما بسیار سپاسگزارم از شما که همراه من هستید به اعتبار ادبیات که هم لذت لحظه ایمون بیشتر بشه و همین که از ادبیات که حامل همه وجوه فرهنگی و تاریخی ماست بتونیم بهرهمند بشیم با شعر کوتاهی از محمد زهری آغاز کردم شاعر معاصر که کمتر شناخته شده اما شاعر خوبی بوده حتی من یک روز درباره او بیشتر فرصت میذارم و با هم صحبت خواهیم کرد اما امروز میخوام برم سراغ یک متنی از تاریخ ادبیاتمون که از اون متون مثال زدنی است تذکرت الاولیا نوشته فریدالدین اتار نیشابوری از متون ویژه ادبیات ماست که هم در ذکر عرفای بزرگ است و هم نصر بسیار شیوایی داره نکته ای که درباره تذکرت اولیا من پیش از آن که بخشی از این متن رو براتون بخونم لازمه که عرض کنم اینه که ما وقتی با ادبیات روبرو میشیم یا بذارید بزرگترش کنیم با هنر روبرو میشیم قرار نیست که واقعیت ببینیم اصلا هنر برای گفتن واقعیت خلق نمیشه هنر حقیقتی در خودش داره از واقعیت الهام میگیره میشه از لایه های مختلف اون واقعیت رو حتی دریافت کرد اما واقعیت هنر نیست اصلا جمله در شعر نصر یا در یک صحنه فیلم یا در یک تصویر نقاشی چیزی که ما بتونیم بگیم آره راست میگه من دیدم یا دروغه از حوزه هنر خارج میشه اصطلاحا در شعر حالا چون صحبت ما شعر و ادبیات هست صدق و کذب راه نداره پس چی میشه در یافتهای مختلف خالق اثر با روحیاتش با عواطفش با تجربیاتش با خاطراتش با جهانی که او رو در بر گرفته در میآمیزه، و چیزی فراتر از واقعیت بیان میشه هیچ فیلم تاریخی تاریخ تعریف نمیکنه وگرنه تاریخ میشه رفت توی کتاب های تاریخ که اگر راست باشه البته عموماً هم که کتاب تاریخ راست نیستن اگر بهرام بیزایی بزرگ میاد مرگی یزگرد میسازه قرار نیست که قصه کشته شدن یزگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی یا آخرین پادشاه پیش از اسلام ایران رو برای شما بازگو کنه میخواد بهرام بیزایی رو کنار اون ماجرا بیان کنه کاری که هر هنرمندی میخواد بکنه برای همین در ابتدای فیلم مرگی ازگرد یک جمله نوشتاری روی صحنه میاد که با این مضمون یزگرد سوم از مقابل سپاه اعراب گریخت در بیابان به آسیابی پناه برد مرد آسیابان به طمع مال و زر او را کشت نقطه تاریخ بهرام بیزایی اونقدر هنرمند و شعورمند هست که بدون این جمله رو که نوشته یعنی که تاریخ میخوای اینه تو تاریخ این گفته شده حالا ببینید من چی میگم برید واقعا ببینید بهرام بیزایی توی مرگی از چی گفته چیزی بسیار فراتر از تاریخ این رو برای این گفتم که در برابر عزیزانی که تسکت الولیا رو میخونن و فکر میکنن همه این کرامت ها و چیزهای شبیه معجزه که به عرفا نسبت داده میشه خب بسیارش مشخصه که واقعی نیست و چیکار کنیم؟ آیا اتار دروگوه؟ به تعبیر امروزی ها خالی بنده نه عطار حقایقی رو میخواد بیان کنه برای ما به بهانه جنید بغدادی به بهانه بایزید بستامی گو که بایزید بستامی از طریق این حکایت هاست که شخصیت درونیش معرفی میشه جایگاهش ضمن این که اون حرفا هم گفته شده اما بین عرفای بزرگ تاریخ ما آن که به خاطر یک جمله کوتاه جاودانه شد حسین ابن منصور حلاج هست کسی که به دار آویخته شد برای اینکه گفته بود انالحق یعنی من حق هستم من خدا هستم و اهل شریعت روزگار او این جمله رو یا در نیافتند یا بد برداشت کردند یا بهانه کردند برای اینکه اهل معرفت رو اهل عرفان رو بترسونن یا مجازات کنن چون مسیر عرفان و شریعت دو مسیری بود که ظاهرا با هم توافق نداشت فقها معتقد بودند که مناسک قطعی دینی که اونها خب هدایت میکردن مردم ها راه خداشناسی است عرفا از این مناسک جدا شده بودند یک فضیلت های درونی یک رفتار های ویژه عرفانی رو پیشنهاد میکردند خب طبیعتا بازار فقها یه مقداری کساد میشد وقتی که آدمی مثل بایزید بود آدمی مثل ابوالحسن خرقانی بود و بزرگانی که میشناسید یک مخالفت و تنازعی بوده امروز هم همچنان است خب البته متاسفانه عرفان در اون مرتبه ای که داریم از صحبت می ادامه پیدا نکرد یه مقدار به سمت درویشی رفت و خانقاه های بزرگ عرفا تبدیل به درویش خانه ها شد بین اونها آدم های فاضل و معنوی هست ولی با اون عظمت با اون اوج با اون ویژگی دیگه نیست اما فقها ها متاسفانه در همون کیفیت ادامه پیدا کردن یعنی مخالفتشون با رفتار معنایی سلوک عرفانی همچنان هست مقدمه رو طولانی نکنم میخوام از قسمت ذکر حسین ابن منصور حلاج براتون شورنگیسترین بخش تذکرت الاولیا رو بخونم شورنگیسترین بخش ذکر حسین منصور حلاج بخشی که او رو بردار می آویزند جدا از اینکه که روایتگری اتار فوقلاده است در این قسمت زبان ادبی فوقلادهی داره شما چیزهایی در این قسمت تصویرش رو میبینید به مناسبت کلام عطار که در وهله اول باور کردنی نیست فضیلت منصور حلاج در آستانه بردار آویخته شدن سنگ سار شدن مسل شدن یعنی قطع قطع شدن باور کردنی نیست اما به تناسب اون بحثی که اول گفتم ما اینجوری نگاه نمی کنیم که انگار واقعی است ما می ببینیم در خلال این قصه این فیلم این روایت این اثر هنری چی قرار گفته بشه به ما و ما چی میخوایم برداشت کنیم شاید خوانده باشید این قسمت رو یا بخشایشو من هم مفصلش نمی کنم از اونجایی که آغاز میشه این ماجرا براتون از روی متن میخونم فقط من اشاره کنم که کتاب تذکرت الاولیا شیخ فرید الدین عطار نیشابوری هست به تصحیح مرهوم میرزا محمد خان قزوینی در ابتدای هر شرح حالی به توصیفات مسجع موزونی اتار میاره بعد حکایت های کوتاه از نقل گفتار اون آدم و بعد ماجرای اصلیش اینجا از این نقل و حکایت ها داریم تا میرسه به اینجا که و گفت دنیا منظور حلاج است و گفت دنیا بگذاشتن زهد نفس است و آخرت بگذاشتن زهد دل و ترک خود گفتن زهد جان نقل است که پرسیدند از صبر گفت آن است که دست و پای برند و از دار آویزند و عجب که این همه با او کردند نقل است که شبلی را روزی گفت یا ابا بکر دست برنه که ما قصدی عظیم کردیم و سرگشته کاری شده و چون این کاری که خود را کشتن در پیش داریم چون خلق در کار او متحیر شدند منکر بیقیاس و مقر بیشمار پدید آمد منکر یعنی مخالف مقر یعنی اقرار کننده موافق و کارهای عجایب از او دیدند زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتفاق کردند از آنکه که می گفت ان الحق گفتند بگوی هو الحق گفت بلی همه اوست شما می گویید که گم شده است بلکه حسین گم شده است بحر محیط گم نشود و کم نگردد جنید را گفتند این سخن که منصور می گوید تعویلی دارد گفت بگذاری تا بکشند که نه روز تعویل است پس جماعتی از اهل علم بر وی خروج کردند خروج یک نوع مخالفت اعتقادی هست قیام کردند و سخن او را پیش معتسم تباه کردند معتسم،, معتسم و بالله خلیفه وقت بوده تباه کردند یعنی سخن او را ناچیز کردند و ازش بد گفتند علی ابن عیسی را که وزیر بود بر وی متقیر گردانیدند نظرش رو عوض کردند و کاری کردند که با او دشمن بشه خلیفه بفرمود تا او را به زندان برند او را به زندان بردند یک سال اما خلق می رفتند و مسائل می پرسیدند بعد از آن خلق را از آمدن من کردند مدت پنج ماه کس نرفت مگر یک بار که ابن عطا کس فرستاد که ای شیخ از این سخنی که گفتی عذر خواه تا خلاص یابی حلاج گفت کسی که گفت گو اوزر خواه من نبودم اون حرف زدم که در لحظه فنا این حرف زده فنا مرحله متعالی عرفان هست که عارف از خودش خالی میشه دیگه خودی نیست حافظ میگه بیا و هستی حافظ پیش او بردار که با وجود تو کس نشنود من که منم اصلا منی وجود نداره اونی که گفت و بگیر بیاد اصخایی کنه من نگفتم که خیلی جالبه ابن عطا چون این بشنید بگریست و گفت ما خود چند یک حسین منصوری یعنی خیلی کوچیکتر از اون هستیم یک چند میشیم نقل است که شب اول که او را حبس کردند بیامدند او را در زندان ندیدند جمله زندان بگشتند کس را ندیدند شب دوم نه او را دیدند و نه زندان هر چند زندان را طلب کردند ندیدند شب سوم او را در زندان دیدند گفتند شب اول کجا بودی و شب دوم زندان و تو کجا بودید اکنون هر دو پدید آمدید این چه واقع است گفت شب اول من به حضرت بودم یعنی در درگاه خداوند بودم از آن نبودم شب دوم حضرت اینجا بود از آن هر دو قایب بودیم شب سوم باز فرستادند مرا برای حفظ شریعت بیایید و کار خود کنید نقل است که در شبان روزی در زندان هزار رکعت نماز کردی گفتند میگویی که من حقم این نماز کرا کنی. گفت ما دانیم قدر ما نقل است که در زندان 300 کس بودند چون شب در آمد گفت ای زندانیان شما را خلاص دهم گفتند چرا خود را نمی دهی؟ گفت ما در بند خداوندیم و پاس سلامت می داریم. اگر خواهیم به یک اشارت همه بندها بکشاییم. پس به انگشت اشاره کرد همه بندها از هم فرو ریخت. ایشان گفتند اکنون کجا رویم که در زندان بسته است؟ اشارتی کرد رخنه ها پدید آمد. گفت اکنون سر خیش گیرید به دنبال کارتون گفتند تو نمی آیی؟ گفت ما را با او سر است که جز بر سر دار نمی توان گفت دیگر روز گفتند زندانیان کجا رفتند؟ گفت آزاد کردیم گفتند تو چرا نرفتی؟ گفت حق را با من اتابی است نرفتم اتاب یعنی سرزنش میخواد مجازاتم کنه خداوند این خبر به خلیفه رسید گفت فتنه خواهد ساخت او را بکشید یا چوب زنید تا از این سخن برگردد سیصد چوب بزدند به هر چوبی که میزدند آوازی فسیح میآمد که لا تخف یبن منصور شیخ عبدالجلیل صفار گوید که اعتقاد من در آن چوب زننده بیش از اعتقاد من در حق حسین منصور بود خیلی جالبه میگه من اون کسی که با چوب میزد و خیلی برام حیرت انگیز بود و بهش معتقد شدم حتی از حسین منصور هم بیشتر چرا؟ از آنکه تا آن مرد چه قوت داشته است در شریعت که چنان آواز سریح میشنید و دست او نمی لرزید و همچنان میزد پس دیگر بار حسین را ببردن تا بردار کنند صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می آورد و می گفت حق 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 انا الحق صد هزار اینجا عدد کسرته نه اون تعداد بوده در اون منطقه نه کسی شمرده صد هزار عدد کسرت یعنی خیلی فراوان مردم جمع شدند نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که عشق چیست گفت امروز بینی و فردا بینی و پس فردا بینی آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بردادند یعنی عشق این است خادم او در آن حال وصیتی خواست گفت نفس را به چیزی مشغول دار که کردنی بود و اگر نه او تو را به چیزی مشغول دارد که ناکردنی بود که در این حال با خود بودن کار اولیاست پسرش گفت مرا وسیتی کن گفت چون جهانیان در اعمال کوشند تو در چیزی کوش که ذره از آن به از مدار اعمال جن و انس بود و آن نیست الا علم حقیقت چون دوری چند بگذشت شمشیر و نت خواست چون این باشد سزای کسی که با اجده در تموز خمر کهنه خورد خمر ونی شراب شراب کهنه شراب گیراست دیگه حالا میخواد بگه که بزرگترین گناهان رو انگار انجام داده نه اینکه که انالحق گفته اینکه مخلوق رو بنده رو با همه عبادتاش شایسته درگاه خداوند نمیدونه احساس گناه میکنه در نقص عبادتهاش نقص شناختش از خداوند چون به زیر دارش بردند به باغ و تاق قبله برزد و پای بر نردبان نهاد گفتند حال چیست؟ گفت معراج مردان سر دار است تیلسانی بر دوش داشت دست برآورد و روی به قبله مناجات کرد و گفت آنچه او داند کس نداند تیلسان لباس تیره بلندی بوده که بیشتر آبدان و پرهیزگاران می پوشیدند. تیره رنگ بوده. پس بر سر دار شد. جماعت مریدان گفتند چگویی در ما که مریدانیم و اینها که منکرند و تو را به سنگ خواهند زد. گفت ایشان را دو ثواب است و شما را یکی از آنکه شما را به من حسن زنی بیش نیست و ایشان از قوت توحید به صلابت شریعت می جنبند و توحید در شرع اصل بود و حسن زن فر میگه که اونایی که مخالف منن و قرار منو بزنن از شما بالاترن چون اونا اعتقادشون به اون شریعتی که حکم کرده که منو باید اعدام کنن اونقدر زیاده که پای اعتقادشون وامیستن پس شبلی در مقابله او استاد شبلی یکی از عرف های صاحب نام همون دورستی مقدار به جنون مشهور بود کارهایی میکرد که دیوانگان انجام میدن و با, با مثلا جنید که پیر طریقت بود یا منصور حلاج فرق داشت گفت ما تصوف یعنی ما تصوف یعنی تصوف چیست گفت کمترین این است که میبینی گفت بلندتر کدام است گفت تو را بدان راه نیست پس هر کسی سنگی می انداختند شبلی موافقت را گلی انداخت حسین منصور آهی کرد گفتند از این همه سنگ هیچ آه نکردی از گلی آه کردن چه معنی است گفت از آنکه آنها نمیدانند معذورند از او سختم میآید که میداند که نمی باید انداخت پس دستش جدا کردند یعنی دستشو قطع کردند خنده بزد گفتند خنده چیست گفت دست از آدمی بسته باز کردن آسان است مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش در می کشد قعد کند پس پاهایش ببریدند تبسمی کرد گفت بدین پای سفر خاکی می کردم قدمی دیگر دارم که همکنون سفر هر دو عالم بکند اگر توانید آن قدم را ببرید پس دو دست بریده خونالود در روی مالید تا هر دو ساعد و روی خونالود کرد گفتند این چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردی من از ترس است خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است گفتند اگر روی را به خون سرخ کردی ساعد باری چرا آلودی این چرا ساعد تو خونی کردی گفت وضو می سازم گفتند چه وضو گفت در عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نیاید الا به خون پس چشمهایش برکندند قیامتی از خلق برآمد بعضی میگریستند بعضی سنگ میانداختند پس خواستند که زبانش ببرند گفت چندان صبر کنید که سخنی بگویم روی سوی آسمان کرد و گفت الهی بدین رنج که برای تو بر من میبرند محرومشان مگردان و از این دولتشان بی نصیب مکن الحمدلله که دست و پای من ببریدند در راه تو و اگر سر از تن باز کنند در مشاهده جلال تو بر سر دار میکنند پس گوش و بینی بریدند و سنگ روان کردند عجوزه یعنی پیرزنی با کوزه ای در دست می آمد. چون حسین را دید گفت زنید و محکم زنید تا این حلاجک رعنا را با سخن خدای چه کار بزنیدش این چه ربطی داره به خدا که میگه من خدا پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند و در میان سر بریدن تبسمی کرد و جان بداد مردمان خروش کردند و حسین گوی قضا به پایان میدان رضا بود و از یکی یک اندام او آواز می آمد که ان الحق روز دیگر گفتند این فتنه بیش از آن خواهد بود که در حالت حیات بود پس اعضای او بسوختند از خاکستر آواز انالحق الحق می آمد چنان که در وقت کشتن هر قطر خون او که می چکید الله پدید می آمد در ماندند به دجله انداختند بر سر آب همان ان الحق می گفت حسین گفته بود چون خاکستر ما در دجله اندازند بغداد را از آب بیم بود که غرق شود خرقه من پیش آب باز برید وگرنه دمار از بغداد برارد خادم چون چنان دید خرقه شیخ را بر لب دجله آورد تا آب بر قرار خود رفت و خاکستر خاموش شد پس خاکستر او را جمع کردند و دفن کردند و کس را از اهل طریقت این فتوح نبود بزرگی گفت که ای اهل طریق معنی بنگرید که با حسین منصور چه کردند تا با مدیان چه خواهند کردند عباسه توسی گفته است که فردای قیامت در عرصات منصور حلاج را به زنجیر بسته میارند اگر گشاده بود جمله قیامت به هم برزند چه عظمتی برای منصور در نظر می گیرن. بزرگی گفت آن شب تا روز زیر آن دار بودم و نماز میکردم چون روز شد حاطفی آواز داد که او را اطلاع دادیم بر سری از اسرار خود پس کسی که سر ملوک فاش کند سزای او این است اسرار الهی رو فاش کرده ان الحق رو گفته سعدی میگه که ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند آن را که خبر شد خبری باز نیامد عرفا وظیفه دارند که دریافتاشون رو به زبان نیارن و حلاج به زبان آورد و نتیجهش این شد حافظ میگه که گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد بله نقل است که شبلی گفت آن شب به سر گور او شدم و تا بامداد نماز کردم سهرگاه مناجات کردم و گفتم الهی این بنده تو بود مؤمن و عارف و موحد این بلا با او چرا کردی؟ خواب بر من غلبه کرد به خواب دیدم که قیامت است و از حق فرمان آمدی که این از آن کردم که سر ما با غیر گفت شبلی گفت منصور را به خواب دیدم گفتم خدای تعالی با این قوم چه کرد گفت بر هر دو گروه رحمت آورد آن که بر من شفقت کرد مرا بدانست و آن که اداوت کرد مرا ندانست از بهر حق اداوت کرد به ایشان رحمت کرد که هر دو معذور بودند و یکی دیگر به دید که در قیامت ایستاده جامی در دست و سر بر نه گفت این چیست؟ گفت این جام به دست سربریدگان میدهد نقل است که چون او را بردار کردند ابلیس بیامد و گفت یکی انا تو گفتی و یکی من چون از که از آن تو رحمت با آورد و از آن من لعنت الله گفت تو انا به در خود بردی و من از خود دور کردم مرا رحمت آمد و تو را نه که دیدی و شنیدی تا بدانی که منی کردن ننیکوست و منی از خود دور کردن به قایت نیکوست بسیار تأثیر گذار بله اینکه زبان میبرند سر میبرند دست میبرند لبخند میزنه زنه، رو زرد نباشه تک تک این عبارت ها فضیلت های انسانی است در عرصه های مختلف حتما نباید عارف باشیم و در مقوله عرفان این رو تجربه کنیم چقدر آدم های بزرگی بودند در تاریخ که مقابل جوخه اعدام لبخند زدند چقدر آدم های بزرگی بودند که برای رویاه های بشری تن و جانشون رو فدا کردند با همین رضایت با همین عظمت معنایی که در وجودشون بوده زمینی که در عرفان هم هست حتما هم قرار نیست که دست و پا بریده بشه یه وقتهای رنج هایی که بشر برای رسیدن به آرمان ها بر خود میپذیره نوعی شهادتی است که حلاج تجربه کرد دوست داشتم درباره تک تک عبارت داشت با هاتون صحبت کنم ولی فکر میکنم صرفا خواندن این حکایت این ماجرای شگفت که پر از حقیقت های بزرگ است کار بزرگیه که بشنویم بخونیم و روش تعمل کنیم با ما باشید و همچنان بنده رشید کاکاون رو برای ادبیات شنیدن از همین صفحه دنبال کنید